اسلحه به دست نگرفتی که در فعالیت های جنگی سپاه شرکت بکنی؟ مطلقا در هیچ جا در کردستان هم نبودی؟ در هیچ جا، من اصلا کردستان هیچ وقت نبودم. من در بخش آموزش. میدونی که چرا من این سوالو میکنم؟ بگه اتهامی که مرتب به شما زده. نه این دروغ محض. من در اون دورانی که در سپاه بودم در تهران بودم و چند سالش هم اتفاقا در شهر قم بودم، چون مرکز تحقیقات سیاسی ایدئولوژی سپاه در قم بود و من چندین سال با دوستان دیگری در اونجا بودیم. خب شما از سپاه کنار گرفتید، کنار رفتید، اختلاف نظرتون با سپاه چی بود؟ دو تا مسئله عمده داشتیم. یک مسئله این بود که ما ادامه جنگ رو بیهوده میدونستیم و میگفتیم که این جنگ پیروزی درش نیست و ما اینو با مدارک و اسناد جلساتی که اون موقع داشتیم و یه بخش رو توضیح میدم به اطلاع مسئولین وقت رسوندیم. نکته دوم این بودش که ما همون موقع فهمیدیم که اینا کار سیاسی رو شروع کردن و دارن سپاه رو وارد سیاست میکنن. ما این از سال 61 62 میدیدیم و اون دوره ما تو شهر قم بودیم و با آیت الله منتظری هم ارتباط داشتیم، مدام خدمت ایشون میرسیدیم و این نکات رو شهر میدیدیم. لذا در یک پادگان ولیعصر محسن رضایی و محسن رفیق دوست اومدن که یکی فرمانده سپاه بود یکی وزیر سپاه بود، در اونجا ما صحبت کردیم. اتفاقاتی افتاد که لشکر محمد رسول الله حمله کردن به این دو نفر و این دو نفر در رفتن با ماشینشون فرار کردن. چند روز بعد اومدن به سپاه تهران و در اونجا باز آقای محسن رضایی می‌خواست سخنرانی بکنه، من دستمو بلند کردم. محسن رضایی گفت اینا دروغ میگن. من دست بلند کردم گفتم من با اسناد اثبات میکنم که شما دارید کار سیاسی میکنید. اون گفت نیست. گفتم بذارید من بیام جلو حرف بزنم. همه بچه‌های سپاه درخواست کردم، من رفتم جلو کنار محسن رضایی ایستادم و نشون دادم که اینا جناح راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستن. روزها در سپاه شب میرن جلسات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، همون دعوای خودشون دارن. اون دعوای ما با اینا کشید به مجلس. ما با 100 تا نماینده مجلس رفتیم همه این نکات و هم وضعیت جبهه‌ها و هم وضعیت فعالیت‌های سیاسی اینا رو شرح دادیم. با بسیاری از مسئولین، با آقای منتظری ارتباط مستقیم داشتیم. قرار شدش که آقای خمینی وقت دادش که یک روز صبح یک شنبه ماها و به اتفاق محسن رضایی اینا بریم 11 نفر پیش ایشون و مسائل رو رو در رو طرح کنیم. آقای هاشمی رفسنجانی الان کتاب خاطرات سال 60ش که تمام ماجراها رو نوشته و همینطور تو خاطرات آقای منتظری هم اومده، آقای خامنه‌ای میره پیش آقای خمینی و این ملاقات ما رو لغو میکنه، میگه این اصلا به صلاح نیست. آقای خمینی اون موقع دو تا پیام داد، یه پیام به مجلس داد که خیلی تند بود، به مجلس گفتش که اینم آقای هاشمی تو خاطراتش آورده، سپاه حق دخالت، شما نماینده مجلس حق دخالت در این کار ندارید، از اقتدار فرمانده کل قواست. و یک نامه‌ای هم دادش که آقای محلاتی که اون موقع نماینده آیت الله خمینی در سپاه بود اونور تو پادگان ولیعصر خوند که خیلی خیلی تعابیر تندی آقای خمینی علیه ما تو اون نامه به کار برد و توش گفت در این شرایط اصلا به مصلحت نظام نیستش که محسن رضایی محسن رفیق دوست تعویض بشه و اگر شما کوتاه نیاید و این کاری رو ادامه بدید برخورد خیلی قاطع با شما خواهد شد. بعدم که مجلس پشت ما رو خالی کرد و همه و ما رفتیم خدمت آیت الله منتظری هستیم وقایع رو شرح دادیم و ایشون به ما گفتش که من پیغام دادم به این مجلس، گفتم تو شما یه مرد نبود بلند شه تو اونجا بگی که این کجاش دخالت در اختیارات امام بود، وظیفه نماینده مجلس هستش که به جنگ رسیدی بکنه. به هر حال اون جریان اونو برای ما درخواست اعدام کردن و اون موقع اگر آیت الله منتظری درخواست اعدام دادستانی سپاه و آقای هاشمی هم تو خاطراتش نوشته که سران سپاه دائما از ما میخوان که با اینها با خشونت و شدت برخورد بشه و آیت الله منتظری و آیت الله ثانی موقع دادستان کل کشور بود که ما به منزل ایشون هم رفتیم با ایشون ملاقات کردیم. اگه آیت الله ثانی و آیت الله منتظری نبودن بنده و دوستانمون اون موقع اینا اعدام می‌خواستن بکنن. و بعد از این اتفاق من به دوستانم گفتم من دیگه نمیتونم تو این سپاه بمونم، استعفا دادم و اومدم بیرون رفتم، یعنی وزارت ارشاد. ولی اون دوستان ما تو همون جلسه آخری که داشتیم گفتن که ما راهی جزئی نداریم، میریم جبهه خودکشی شهری میکنیم و اینا رفتن تو عملیات بعدی که عملیات بدر بود شرکت کردن و شهید شدن. و 20 سال بعد برای من عجیب بودش، اون موقع که من تو زندان بودم دیدم که اینا رو آوردن تو تهران، بزرگترین تشییع جنازه رو کردن ازشون که به عنوان مدافعین نظام. اینا کسانی بودن که با همین آقایون در حال اختلاف بودن، اینا کسانی بودن که نه نظام سیاسی رو به اون معنا قبول داشتن و نه اون جنگ رو قبول داشتن، ولی راه دیگه‌ای هم پیش خودشون نمی‌دیدن. بسیار خوب. ولی بعد شما بعد که اومدیم در وزارت ارشاد و بعد به هر حال فعالیت‌های فرهنگی و روزنامه‌نگاری رو شروع کردین و لبه چیز حملتون هم هاشمی رفسنجانی بود. چرا رفسنجانی؟ ببینید اولا این مال آقای هاشمی رفسنجانی که اون دورانی که شما میفرمایید دیگه اون مال دوران اصلاحاته، ولی خب به هر حال ما در دوره‌ای که همون جریان سپاه بود اتفاقات میافتاد، از اون موقع ما مشکل هم با آقای هاشمی رفسنجانی داشتیم هم با آقای خامنه‌ای داشتیم، مواضع آقای خامنه‌ای که به هیچ وجه قبول نداشتیم. خب ما با آقای منتظری خیلی نزدیک بودیم و از اون موضع کارا رو دنبال می‌کردیم.
اون دوره‌ای که شما می‌فرمایید مال دوره اصلاحاته، در اون دوره که سالها کار شد و قبلش من تو مجله کیان و قبلا به کیان فرنگی اینا همکاری داشتم، تصور ما این بود که اینا دارن یک دوره شروع میکنن بعد از فوت آقای خمینی شروع کرده بودن که رهبر رو به مقام خدایی میرسوندن. آقای هاشمی رفسنجانی هم تو اون دوره انتقاد ناپذیرش کرده بودن به گونه ای که اگر کسی انتقاد میکرد میگفتن اینا مثلا دارن حرمهای اهل بیت رو تو کربلا آتیش میزنن، یه همچین مواجهی بود. کاری که ما میخواستیم بکنیم این بودش که همه مقامات باید نقد پذیر باشن و کاری که من میکردم نقد پذیر کردن آقای هاشمی بود. اتفاقا شما اگه اون نوشتار الان بخونید، نقد ها بسیار بسیار نقد های درستی هست و خیلی هم محدود هستش. یعنی من همون موقع هم در یک گفتگویی که با دوستان کارگزاران داشتم در یک مجمع عمومی اونجا اعلام کردم این حداقل انتقادهایی هستش که میشه از آقای هاشمی رفسنجانی بیان کرد. خب حالا با این حساب اگه انتقاداتی که آقای احمدی نژاد هم آقای هاشمی رفسنجانی میکنه قاعدتا دید شما باید درست باشه. لزوما اینجوری نیست. شما لزوما جنگ قدرتی که در چارچوب ساختار سیاسی خود دولت شکل میگیره در بالا با اون چیزی که در سطح پایین جامعه مدنی تعریف میکنه لزوما یکی نیستش. ما خواهان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر هستیم، ولی دعوایی که اون بالا صورت میگیره دعوا بر سر اینا نیست. دعوا بر سر اینه که شما رئیس جمهور باشی یا بنده باشم، قدرت دست شما باشه یا قدرت دست من باشه. هیچ کدوم اونا نمیخوان این ساختار رو ببرن به سوی یک ساختار دموکراتیک. البته شکاف در بالا، شکار در نظام سیاسی و در رژیم به سود جامعه مدنی هستش و امکان نفس کشیدن برای پایین ایجاد میکنه. بسیار خوب. میزه بدین که بگردیم به زندان شما. شما 6 سال در زندان بودید. شما خودتون فکر میکنید چرا شما رو به زندان انداختید؟ من البته دو دوره زندان بودم. این 6 سال مال دوره دومه. بار اول بعد از انتخابات دوم خرداد 76 در سمیناری که در دانشگاه شیراز بود من اونجا راجع به فاشیست صحبت کردم و بعدش دادگاه من انقلاب بازداشت که بنده رو و تو زندان 209 وزارت اطلاعات بودم. اتهامی هم که زده بودن اهانت به رهبری بود، میگفتن شما گفتید که آقای خامنه‌ای با هیتلر و موسولینی مقایسه کردین. چند ماه تو زندان بودم، یک سال حکم محکومیت برای من دادن و اتهامم هم تشویش از خانه عمومی بودش. خب این در دوره دوم که دوره اصلاحات من از زندان اومدم بیرون فعالیت های مطبوعاتی گسترش پیدا کرد، یکی از کارهایی که ما کردیم افشای قتل های زنجیری بود، یکی دیگه کارهایی که کردیم نقد آقای هاشمی بود و یکی دیگه کارهایی که کردیم تو اون دوره نقد آقای خامنه ای بود و تئوری ولتفقی بود که من هر جا سخنرانی داشتم یا تو نوشته ها اونو نقد میکردم. حتی در اون دوره بازداشت اولم باز اینا یکی از اتهام های بنده این بود که ولتفقی رو تو همون سخنرانی شیراز رد کردی تو. لذا مجموعه اینا رو بذارید رو هم دیگه، خصوصا افشای قتل‌های زنجیری که بندم یکی از اون افرادی بوده که تو این کار مشارکت داشتن، اون مهمترین عامل بازداشت ما بود. بسیار خوب. شما وقتی که به خارج اومدین آقای گنجی تکیه کلامتون این بود که موقتا اینجا هستید و به زودی به ایران برمیگردید و وقتی هم به شما گفته میشد، از جمله خود من هم در مصاحبهتون این سوال ازتون کردم که ممکنه براتون خطر داشته باشه اگه برگردین به ایران، جوابتون این بود که دموکراسی خواهی به هر حال هزینه داره و شما حاضرید که این هزینه رو بپردازید. شما الان نزدیک 3 سال شده بیشتر که در خارج هستید، انگار بندگار شدین دیگه اینجا. ادوارد سعید تو یک مقاله‌ای که راجع به مهاجرت داره اتفاقا به صراحت همین نکته رو طرح کرده، هم در مورد خودش هم در مورد کلیه مهاجرین. ادوارد سعید اونجا میگه که مهاجرین، اونم یک مهاجر فلسطینی بود، مهاجرین اول که میان فکر می‌کنن چند هفته دیگه برمیگردن، بعد این تبدیل میشه به چند ماه و بعد ماها تبدیل میشه به سالها. این نکته‌ای که شما می‌فرمایید درسته و برای دموکراسی هم به گمان من همچنان معتقدم که بدون هزینه نمیشه این پروژه رو پیش برد. البته جنبش دموکراسی خواهی هیچ وقت به خشونت متوسل نخواهد شد، ولی اون رژیم سرکوبگر هزینه هایی رو بر شما بار میکنه. بنده هم به هر سوابق هم نشون میده که گریزی از پرداخت هزینه نداشتم و همچنان هم ندارم. برای یک مجموعه شرایطی پیش اومد و یک ارتباطاتی پیش اومدش که این ارتباطات و اون نوع شرایط بندر اینجا نگر داشت، خصوصا اون مقالات قرآن محمدی هم که آیت الله مکارم شیرازی حکم ارتداد برای بنده داد.